ملت و پژوهشگر بزرگ زبان فارسی، آن مسافر دلتنگ و آن تنگدرخت روشن و تناور باستان ادب، پس از تحمل بیماری های جانکاه و دردهای طاقت فرسا، در نخستین سالهای روز 20 جولای 2023 خشم از جهان فرو بست و به جاودانگان پیوست و ما را به صبح کشد. ما ساعت پیش پیکر بزرگترین و تأثیر بزرگترین شاعر، نویسنده، پژوهشگر، مترجم و نظریه پرداز معاصر افغانستان را به خاک سرد سپردیم. اما یاد گرامی او در شعرها و آموزه ها، یاد گرامی او را در شعرها و آموزه هایش می‌جوییم و باور کامل داریم که کارنامه پربار فرهنگی نام، منش و میراث ادبی او نامیرا است. من مریم بوتکی، نوای سربار استاد واصف باختری هستم و گردانندگی برنامه را به عهده دارم. در این برنامه که 3 ساعت در نظر گرفته شده است، شماری از دوستان به ویژگی‌های شخصیتی و میراث ادبی استاد باختری می‌پردازند و شماری هم از خاطره‌هایی که با استاد باختری داشتند سخن خواهند گفت. به دلیل کمبود وقت، برای هر بودی که صحبت می‌کنم 3 دقیقه در نظر گرفته شده است. امیدوارم که دوستان محدودیت زمانی را در نظر بگیرند تا بتوانیم برنامه را همان گونه که برنامه‌ریزی شده ناخوبی و فرجام کنیم. کتاب لازبود در تالار زمکی گذاشته شده است. دوستان می توانند با نوشتن واژه‌های یاد استاد باختری را گرامی بدارند. پیش از آغاز برنامه از شما دوستان گرامی خواهش می کنم موبایل‌هایتان را خاموش کنید و بیان بسپارید. سلام خدا باشد که از سلام علینا و علای عبد الله اسلامی شما. من سرخبر گفتیم که از خبر نزم وقتی سرخبر میانیم اونو کفایت میکنم میدیم اونجا میدیم نمی بس هست مثل که نظام قادر میدن رحمت الله علیه فرمود که دیدی عربی هستی دیدی علمی هستی رو چیدی علمی ده دوی سبیش موسیقی کنه جا بیدیش دیدی علمی هستی رو چیدی علمی ده با این همه علت ندارید از صحبه یا هیچ آدم زشن باز تقبل رو بود منم چون وقت کم است مریم جان رو سیده که دریان آل دریا تقدمت نمکنی باز میگویی که دامن فرق و خوشیار صحبت از دوستان است اینجا سوال ها باید صحبت بزرگ مرد است که یعنی من از خلیه ما سخوان لرز بگم یک کسایی گم زنم که حتی حل استقرار را بگینم بیا
من این وزیفه رو بخواهد نمیتونم اونتا از یاد شیری بیده خانم پیش و ساب نمیشتونی که گفتیسی بیده ده تو روز حاج و بیده نمید مرزا ابو خاطر بیده یا امر نام تا حال یادم است که من یاد میم گفتیسی خاطرش بسیار زیاد است چون وقت هم است دیگر من امیر میگو که دوست باست به نام عبدالرحمن نیازی او آل مریض است در حال هم است از خانم سال بود است واقعی سه گفت که در زندان پرشکتی بودیم که نیازی آمد بود که لبوش نشاد نیازی چی نمید خبر نداشت بودیم بوده صوفیه شدی با خود استاد سرکتا حد که تو نخواهد علم نمید از یک چند روز پیش من بازدور سرکتا کنم رو قلم نمید با قلم خواهد بشه ها رو خواهش حال آشه میخوانم فراخور حال خودشان از صوفی سیده شد بسیار ساده میشه بگم بوده خدمت شما می خوانم وقت خوان نمیشم وقت ناخت پیدا نشده یک سینه سخن دارم آن شهر برم باز می گوید که دامن هر نمیشم گفت یاد هست اما یک گفت دیگر آن باید من از کنم لازم استاد کنم و چی شما رو دیدیم همسی علم و معرفت و دانش هم هست آسهاش هست، نشانهاش هست متوازی ترین انسان روزی که زمین من دیده بود اینجا یک نفت کنم کلم ریاض رو تخوانم بسیار متوازی همیشه استاد میده من شیر با اوج کبریا کس پهلوی عجز است را سر موی گرینجا همشوی بشکن کلا دیگر قلم گرفت استاد ناشته کرد که در سرای جاودانان باز خان آراست خان صداوار همایون مهمان آراست دستون روزه که خبرش کنیم تا که دانستم آنجا شهسواری میرسم تا که نصرت در دهش از کهکشان آراست تا که دانستن کاید شاعر کرباز پوش مسندش را نوریان با فردیان آرست تا که دانستن گرده میرسد تا که دانستن گرده میرسد از نسلشان سرداران خراسان آستان آراست اندلیبی را که عدل عشق در منقار داشت در سرابستان فردوس آشیان آراست ای خوشا ای خوشا پاکیزه دامانی که در رگبار مرد از حریر عیش سایبان آرست اشخری شیراز بندی را مگر از نگرفت که چونین امشب کتاب آسمان آرست روح هم دوشان شاد بازم هم تصدیت میکنم تمام شد
تمام فرمانده ها تخصوص باقی از این درم شاید تسلیه بزرگ باشد وقت کنید فرمانده آقا هاشمی، اینم از جناب داکتر‌علی فرخاش احمدی، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه برکلی، تمنا می‌کنم تشریف بیاورند. در تحریم و شفافتن آثار پسندیشان با هر
امیدوارم در کنار توجهی عمیق و کارنامه شعری استاد شکافتن و تغییر مسار فلسفی شامی است در سطح فلسفی استاد مسار استاد قرار گیرد. با سپاس از جناب دکتر ولی پرخاش احمدی. عقاب از اوجها چنین گفتند در افسانه های باستان افسانه آرایا که بابل این ابرشه این سپیدار کهن در جنگل کاری چو شد بر سرزمین های دیگر چیره گل آذر و شاخ روان کشمار سالاران بابل را و هر کس خویشتن را ایزه دیپنداشت. گروه شهروندان نیز از آیین سالاران فزونی یافت. خدا شد خشمگین زین نابکاری ها سزای دار ایشان را شگفتی زا که از آن پس ندانستند زبان یکدیگر آنان. یکی را بر درود گرم بر لب بود به گوش دیگران دشنام میآمد و بابل شهر دار پس ابرکین گسترده دامان بود. زبانها در دهانها چون زبان گرزماران بود. روانها زخم خشم و کینه را آگنده انبان بود. جبینها سوی هم از کینه آژنگین. سرود مهر خاموش و خروش خشم آهنگین. دیگر در باغ دلها جزیان هرزه نفرین نمی‌بود. سخن از چنگ و دندان بود و هر واژه و زهر آلوده پیکان بود. کنون ای هم نوردان، هم نوردان مشاقی که نهاز پیچیده پیچکبار، مگر ما نیستیم آن بابل سرگشتگان که از خشم و کین ناروا این میوه های تلخ نقل خامی پندار ستیزاییم با هم چون زبان هم نمیدانیم چه نادان هم سرایانیم. روانها شیشه های از شرنگ رنج آگنده سخنها سبده های خاک سور سردی پاییز و دلها چون تهی گهواره های کودک امید تو چاوشان جادو روی بر شب پاش بر خورشید و تاجستان ما به آتش افکندند و پالاوای فریاد گیاهان گرگریم بادهای ارزخان برخواست سترون نیست خواهی جامدان و چشمه زایا نخواهد بود این زندار بر آینه ها پایا اگر در باقی دلها جزیاه هرزه نفی نمی روید مپل دارید این فرجام رویش هاست که هر فرجام آغاز است و ره تا به اگران باز است. اگر رهوار از ره خسته پندار جزی را جست راه راهی را نمی پوید چرا آینه اندوه باید بود؟ غلیوارود باید شد چونی با کوه باید بود. زبونی تک درخت ناتوان را باید غرور بارور را جنگل اندوه باید بود. مقابل آجها فریاد می دارد افقها ناکرانمند است. زباروی سیاه شهر شب پرواز باید مباد اهریمن شبهای سنگین پا درفش پیش را بر واپس این سنگر برافرازد. مباد این مرغ آتش بال زرین گاه که دارد لحظه های زندگانی نام زلرزان شاخه عمر سپنج ما کند پرواز. مبادا چون گل خشکیده بگذارند ما را در میان برگهای دفتر تاریخ. مبادا بر فروزان آتش کسیمه پاک روان ما بود روشن فتر خاکستر تاریم که در خاموش شد این تابناک آتش نباشد واژه امید را آرش. شبستان گذستن را اگر از تنجراغ باز پیوستن پروگی بود زخون ایشتن این شبنم برگ گل هستی نگین سار بنشانیم بر انگشتر تاریم.
حالا از جناب سید سرور حسینی رئیس مرکز تعاون افغانستان خواهش میکنم تا سخنرانی خود ما را مستقبل بسازد. دو فصل مشخص در زندگی شما دارم. یک فصل هست که در افغانستان سپری میشه و نو جوانی و جوانی جناب باختری صاحب است. در این مدت شخصیت پرشور، پرتلاش، پرشتاب و طرفدار تغییرات رادیکال ایدئولوژیک میاندیشد و به مبارزه سیاسی میپردازد. در این دوره موفق میشود به یکی از معتبرترین یادهای اکادمیک جهان، دانشگاهی جهان، دانشگاه قدرت یاد دست بخواند. در حوزه کاری خودش بر فنون و دانهای لازم کاری از دستور زبان تا زبانشناسی، عروض و تا تکنیکهای مدرن نویسندگی و سرایش و نقد تسلط می‌یابد و جایگاه خودش را حیث یک شاعر و نویسنده مطرح و پیشتاز تثبیت می‌کند. فصل دوم زندگی باختری صاحب که بیشتر در مهاجرت گذشت از دفعه شروع میشه که افغانستان با تحولات بی‌سابقه مواجه است و جنگ‌های پولی داخلی میلیون ها انسان را مجبور بکنه که وطنش را در کاشانیش را در ترک بکنن به شمول باختری صاحب. و در روی گجدت فصل دیگه جان آغاز میشه که از لحاظ فکری و سیاسی باختری به انتخاب های جدید برسد و در این دوره است که او ایدئولوژیک نمی اندیشه بیشتر، از مبارزات سیاسی تا حد دوری می‌گذینم و به ارزش‌های ماندگار، دیدگاه‌های جذب فلسفی و عرفانی و دغدغه‌های فرهنگی روی می‌آورم. سلامات دوستی من و باختری صاحب هم در همین دوره است. ما استاد در سال 96 افتخار ملاقات شما را داشتم و افتخار اولین آشنایی ما که بعداً این آغاز شد برای دوستی پایدار و محبت ایشان که دائم نسبت به همه بود و نسبت به من هم که محبت دائم داشتم. پس از اجداد در پاکستان چون ایشان شهره شناخته شده ای بود و توانایی‌های علمی و مسلکی ایشان بر همه آشکار، پیشنهادهای مختلفی بر ایشان میرسید و چون ما با هم دو سال نزدیک بودیم و به اعتمادی که ما داشتن از معلومات و مسائل کاریشان را با ما شریک بساختم. از پیشنهادهای مختلفی کاری از کشورهای همسایه، از رسانه‌های بیرون، برنامه‌هایی که در پشاور در پاکستان برای مهاجرین موجود بود، برنامه‌های آموزشی و همچنین فرهنگی، اما استاد نمیتونست که این پیشنهادها را بپذیره چون به انتخاب خودش و ترجیح خودش رسیده بود. باختری ترجیح داد مأموریتی را که برای خود در پرتو دیدگاه‌های جدیدش مشخص کرده بود به انجام برساند. تحولات افغانستان و منطقه و
و محیط اجداد برای او یک احساس ویژه داده بود. منطقه ما یک نحوه تاریخی جدید را تجربه میکرد و شرایط تاریخی و سیاسی که مردم ما با آن واقف بودند ایجاب میکرد که کسانی تنگو به تفاوت نماهند. او احساس میکرد رسالت عظیمی بر شانه‌های اوست، رسالت حفظ هویت و تقویت میراث‌های فرهنگی و تمدنی ما. از همین رو زندگیش را وقف کارهای ادبی، تحقیق و شعر کرد. یک روز در همون روزهایی که وطن ما و اندوختهای فرهنگی ما مورد هجوم بی‌سابقه بود و بت‌های بامیان را تازه شکسته بودند، صحبتی داشتیم شرطن از دوستان روزو بیشان و صحبت به اینجا رسید که حالا ما چی باید بکنیم و در اونجا استاد در مقابل استاد دارد ولی استاد یومشانی بود که ما اولین باری نیست که افغانستان از این طوفان ها میگذرد. ما همچون طوفان های قبلا هم داشتیم، طوفان های سنگین تری را ما باید همون کاری را انجام بدیم که بزرگان ما کرد. و بعد اشاره کردن که به گونه نمونه فردوسی وقتی که خراسان بزرگ هویتش مورد سوال قرار گرفت، شاهنامه را سرود و در شاهنامه رستم را آفرید، شخصیتی که چنان در باور مردم زنده شد که شاهان از وصف نام او احساس حقارت میکردند و فهمودند که رستم این قهرمان داستانی اسطوره‌ای در ذهن مردم هنوز هم زنده است و سرداران و سپاهیان مهاجم محو تاریخ شدند. باختری با جدیت به این کار پرداخت، بیان بیاننامه وارثان زمین را سرود و دوران حاکمان وقت را به سوزیت و منطقه سخیفشان را به نمایش گذاشت. این منظومه تقابل نواخت‌ها و بارهای تاریخی مردم ما و آنان است که به حق همه اژدها پرداختند. از همان زمان اشعار باختری بیشتر حماسی می‌شود، البته به معنای امروز کلمه، یعنی دارای یک جهانبینی آرمانی است، زبان فاخر و لحن اسطوره‌ای دارد. اشعارش پر است از عناصر رزمی و فناوری و وصف صحرا و برشوهای از قرار بین نیکی و بدی. البته این انتخابی که بود از زندگی کرد برای او هزینه هایی هم در بر داشت، از جمله تنهایی و زندگی با سختی، اما او این را خود پذیرفته بود. او از جنگان تنهایی و عزلت خود سهم بزرگی در پاسداشت و تزیین و مرمت کاخ بلند شعر و میراث معنوی ما داشت، کاخی که توسط فردوسی، رابعه بلخی، رودکی پناه یافت و با بیهقی، بیرونی، سنایی و گنجوی و دیگر نامداران حفظ و نوسازی شد. نام باختری به شک در لیست این نامداران حق خواهد شد. یاد باختری سیبر با دو بیت از جای خودشان بخواهیم که پایان ببرم. چیها که بر سر این تک درخت پیر نرفت، ولی جنگل انبوه را یاد نبرد. رفعت نامه خورشید کاغذین قندی، چراغ گوشه اندوه را یاد نبرد. نشست عمری در استوای برگ و درخت، در استوای برگ و تگر، شکیب صخره دستور را یاد نبرد. به استواری آن سنگ آفرین بادا که آبی نشد و کوه را یاد نبرد. تشکر. با تشکر از جناب حسین. در این بخش برنامه از آقای بدنا خدمی خواهش میکنیم تشریف آورده و صحبت کنند. یا
آن سلسله داران همه رفتند. ایدیز جهان سلسله داران همه رفتند، شاهان و وزیران و سواران همه رفتند. گویند فقاران فقاران همه رفتند، ما نیز روان شیاران همه رفتند. عرض سلام و سپاسگزار سپاسگزاری از خانواده بزرگ بابا فرصت دادن تا مسابقه کوچکترین کوچکترین مجلس و در نهایت کسی که افتخار دیده دارم که استاد یوسف باختری بارها مرا فرزند خود خطاب کرده بود، صرف چند کلمه خدمت شما هست. استاد در زندگیش همیشه غریب نشده در افغانستان، غریب در پاکستان، غریب و در امریکا هم چون هیچ قبول خیلی پیدا نشد در زندگی استاد چیزی که استاد میبینه او بدانه، چیزی که استاد میدانست استاد زمانی که در افغانستان بودن اینجا شدن، زندان شدن، در همیشه در بخش‌های مختلفی که کار کردن و کار بالاخره هر انسان مجبور است کار کردن، هیچ کسی نپدید و ندانست که استاد از کدام جایگاه و از چی فرقیت صحبت ای انتخاب کردن و ای گفتن که چرا سیاست را رها کردی، چرا به سیاست رفتی، چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی، گفتن چرا فلان جنبش پیوستی، چرا باز رها کردی، چرا حرف نمیزنی، همه این موضوعات ای که استاد زندان شد ولی هیچ کس درک نکرد که استاد در سال 1354 حتی به اون زمان جای از این که به موضوعات ایدئولوژیک بپیونده به اصل موضوع، یعنی خود بزرگهای این اثر با شعرهای خود زیر سوال مخاطب کرد و از اونها پرسید. وقتی که استاد درودن که تو از آن در کجا آباد میدید، هنوز آنجا فروخ آمیده بیکاری در خیدار خواستد، هنوز آنجا تریر روزهای رفته پاینداز ایوان نکردیشیست، با فرداها سواران نجیب جاودان در راه، هنوز آنجا چریک زخی خوشی را در جنگل دربار میدید. هیچ کس درد نکرد استاد در این شعر خود کی را مخاطب کرد، با چی بخش از زندگی خود خودشان ودا میکنند. با وقتی که در این شعر در اخیرش خودشان جواب این پس با ما میدن که من از آن ناکجا آباد میایم، هنوز آنجا حریر روزهای رفته پاینداز دیوان فراموشی است، ز نسل پیده آنجا یادگار نیست و یکم برگی ندانستم خبار رویش سفزینه های شاه، چراغ ریشه پنهان خود را در شبستان گرامی چهار سو حرف تمام اون زمان استاد ولی همچنان که گفتم استاد کسی را نیافت که
حرف استاد نگاه ببینم را حرف کنم کسی باید نگاه به استاد بالاخره استاد از بار پاکستان شد در پاکستان با وضعیتی که به وجود آمد بیان‌نامه وارثان زمین است در اونجا هم حرف آخره که بالاخره در یک نقطه زمان و یک مرحله تاریخ گفته میشد تمام افکار استاد بالاخره بعد از سال 2000 در امریکا در شاید یکی از قدیمترین کشورهای دنیا استاد با استقلالی که داشتن با بزرگی که داشتن با بسیار امکانات محدود در فقر حد خودشان زندگی کردن ولی هیچگاه اینا حتی تسلیم به این نشدن که کسی این حرف را بوده با اینکه استاد چی بیمه زبانش رو کنید ما، نسل ما، همه مدیون استاد استیم استاد یک گنجینه بسیار بزرگ را استاد بجا گذاشتن که اگر ما بتانیم طول حیات خود این دنگ ادا بکنیم شاید بسیار انسان های نفت خواهد امیدوار است ما بتانیم از اقل شمعه از زحمات استاد که یکی هم سال ها کشیده ما در زندگی خود امروز بزرگ هستند بودتر از سرزمین مادری بهتر این مرد را در اتاق قربت و امانت داشته حتی اقل برای نیم و برای چندین نسل راه و اصل اندیشیدن نوشتن از ایستن استاد باختری را به هیچ مبالغه میتوان یک آموزگار خردمند یک ادیب بی‌بدیل و یک شاعر پرقدمت قدردان به تاریخ معاصر زبان فارسی به ویژه سرزمین ملاحظ مادرشت چند صفحه وسیع انسان به عظمت کند و فضیلت استاد باختری را یا ندیده است یا کمتر است استاد باختری به شک پل پیوند نسل من و چندین نسل پیش از من بیان ادبیات تاریخ و فرهنگ فارسی دری باستان و دریچه بسوی خردورزی مدرن نقد ادبی و اندیشگری شرف است عمو بود که با زبان فاخر با باصلابت خود از یک سو خرد بروز شده دوران مدرن را و از سوی دیگر ما را به ژرفاهای برد تا پیش از باختری با آن را یا نمیدانستیم یا از آن کمتر باختر استاد باختری با نردبان آسمان ما را به شناخت جدید از مولانا معرفی کرد با گزارش عقل صرف اندیشه های شیخ شهید شهاب الدین سهروردی را برای ما از نو نوشت زبان پرصلابت فاخر و بدیع را استاد باختری معرفی کرد نه تنها
سرمشق یک نسل از رهروان جوان من در سالهایی که شور و شعب انقلابی در دانشگاه کابل موج می‌زد گردید، بلکه مسیر شد که چند نسل دیگر نیست بر همان سیار و سیار نوشتند و سرودند. دکتر رنگین دادپرست منتاب می‌گوید که در سالهایی که دانش آموز سنف نهم در مکتب بودم، در جوانی و در شور و شوق انقلابی من به شعله و جریان شعله جاوید تعلق داشتم. ما نوجوانان در آن دوران کوشش میکردیم از الف تا یای نوشته ها و شعرهای استاد باقری را تحقیق کنیم و به همین دلیل بود که برای ما مکتب رفتگان در آن سالها سخن گفتن سبک و شیوه باقری افتخار. دوستی عزیز من نجیب روشن که متاسفانه قادر نشد در مراسم امروز بیاید، روزی با من قصه کرد، گفت که روزی از مظاهره به خانه آمدم، مادر مامان تقایی و نوع عصبانیت، گفت که نجیب جان تو هنوز خیلی جوان هستی و مظاهره نرو کنیش کشته میشی. و در جواب مادرم گفتم مادر اگر نمیدانی جهان ما آبستن دگرگونی های جرف است. و این جمله دقیقاً که در دوران ما جهان آبستن دگرگونی های شرف است، نخستین جمله از مقاله است که به قلم واسط باختری در شماره هفتم سال اول پنجشنبه 26 ثور سال 1347 شعله جاوی زیر عنوان جبهه متحد ملی پایه سیاسی دولت دموکراسی ملی به نشر رسیده است. من خوشبختانه سعادت دیدار آن قله بزرگ دانش و خزینت را نخستین بار در دوله اول تسلط سیاه طالبان در پشاور پاکستان کردند. استاد باقری در اون سالها در مرکز تعاون افغانستان کار میکرد. روزی که به دیدارش رفتم با مهربانی فراوان و فروتنی کم نظیر به جزء قسمت و رفتار آن مرد بزرگ گرد از من احوال پرسی کرد. شنیده بودم که استاد احاطه و اطلاعات کم نظیری از مناسبات اجتماعی و فرهنگی مناطق سیاه افغانستان دارد. چنانچه وقتی به استاد باقری گفتم که جای افغانستان هستم، بیدرنگ پرسید که متعلق به کدام خانواده منطقه می باشد. برای من اطلاعات استاد از وضعیت اجتماعی و کشمکش های محلی شهرستان محل تولدم مایه ایجاد بود و او آن طور از مناسبات محلی و تاریخی شهرستان ما حرف زد که حتی برای من که در آنجا متولد و بزرگ شده بودم مسائل زیاد تازگی داشت. در حالی که در سوی نبود آن پهلوان فقط با فضیلت روز زانوی من بقید گرفته ایم، مطمئن هستم که میراث استاد باختری همان طور که مشغل راه چندین نسل از قلم و دستان ما بود، برای نسل‌های بعد از ما نیز چراغ راه درست اندیشی، خرد ورزی و فضیلت انسانی خواهد بود. استاد بزرگ آرام بخواه، صدای روشن و پرسلامت که تو و ما و نسل‌های بعد از ما بجا ماندهی همچنان زنده و ماهدار خواهد ماند. تو گفته بودی آی مردم شرم من بادا اگر یک بار دیگر دست روی دست بگذاریم و بینچیدیم تا علا بوی دیگر از مرزهای دور بیگانه قیفر بو مثل از عباسیان گیرد. آی مردم نیمه مستم راست میگویم، رای دیگر نیست. یا بدین سانی که هستیم و بدین سانی که فرمان میدهد دشمن، در کنار برمه های پاک و روشن تشنه باید بود. یا بدین سانی که باید بود و فرمان میدهد محن، بر جگرگاه پلید خصم دشنه باید بود. آی مردم راست میگویم، زان چه میدانم زان چه میگویم، بیکم و بیکاست خیلی سپاس دارست. Thank you.
دوچار شدم. یادم هست که بسیار نوجوان، بسیار زیاد نوجوان، یکی از غزلهای فریدون چوبیش بایی دیرانی رو داشت در خانه زمزمه میکردم با برادر کوچکترم بعد از من فکرام پدرم مرا صدا کرد که بشینم بعد گفت که تو چرا یکی از این شعرهای شاعرهای افغان رو تصدیق کرده ایران تمام سید مصاب و گفتم که ما شاعر نداریم و بعد پدرم گفتیم که برای تو خودتون دخترهایی داریم گفت ببینیم همه شاعر برای نام بودیم شعرهایشان و من یادم از نکته جالب اینجاست که من یادم از پدرم یک شعر از امام استاد خلیلی نوشتن و یک شعر از امام استاد واصف باطلی پدر خودش از مجاهدان بود جزو شعله داوید نبود اما هماهنگی رو ببینید میراثداری رو ببینید پدرم شعرشان نوشت و برد داد به گفت اینا رو به برادرت داد بده و فردا اینا رو ببر به دارای مکتب و من گفت استاد خلیلی شعر کلاسیک مینویسه و استاد باطلی چنه میخوام بگم حتی قبل از اینکه من به صورت آکادمیک با این واژه ها آشنا شوم و با این ادبیات و پیشه هستیم من به وسیله پدر با این دو واژه آشنا شدم و برای من شعر نو با استاد واصف باهدری شروع شد هرچند که تاریخ آکادمیکش یک چیز دیگری با تمام اینها نمیخوام متخصصی صحبت بسیار بسیار امروز مفخر هستم که دست فرزند رو میگیرم همه ما شما تجربه بسیار تلخ سیاسی داریم در افغانستان همه ما اینجا هستیم از بعد روزگار رو پرمانده و به همین خاطر است که تاریخ سیاسی افغانستان میخواهی در هر کسی گروهی که پراخته شده یا صحبت شه تاریخ نیست که باعث افتخار بشه بلکه تاریخ است مملو از شهرشتری اما امروز ما مفتخر هستم که دست فرزند میگرفتم و برای تولد دوباره جناب استاد جای آمدم و میراثی رو که روز روزی پدرم به من داد امروز من میتونم به فرزندم بدم این درست که هیچ وقت نمیشه با موسیقی در مورد تاریخ سیاسی افغانستان صحبت کرد اما تاریخ فرهنگی و ادبی ما جایگاه بزرگی داره و من امروز فرزند گنجینه از به گنجینه ادبیات فارسی را شما کردم و دارم دقیقا کاری رو میکنم که روزگار پدرم با من کرد و مرا با ادبیات افغانستان آشنا کرد این لذتی است که من می‌خوام اما حسرتی که دچارش شدم چی بود پیش از سقوط افغانستان ما و می دوره تحلیل دوباره آمدیم سفر به ایران داشتم یک سفر و فرزند ما بردم به آرامگاه بهشت زهرا ایران آرامگاه بزرگی که مردم تنها آرامگاه تهران و من فرزند ما بردم با قطعه هنرمندان فرهنگیان و ادیبان ایران و همه را این که بودو این که بودو تمام اینا را در یک شخص در یک دامش شما یک تصویر بزرگ از فرهنگ ایران بوده چه نامهای چه افرادی از سر من بودش و در این سفر پاسخان این فرانسه دوباره فرزند ما بود مبارد بود آرامگاه بشه سرگ اتنامش بود و چه نامهای دوباره چه افرادی تاریخ تاریخ سیاسیشان و از همه با این تاریخ عدویشان در آرامگاه هست. امروز با خود فکر میکردم اگر روزگاری ما بخوایم فرزند خود دوباره به یکی از این گنجینه های افغانستان ببرم کجا ببرم وقتی هر کدام ما اینقدر به جای گولی پراکنده افتاده اگر ما قرار باشه که نسل خود در مقابل چنین تصویری که همسایه ما ایران داره و اروپا یا کشورهای دیگه داره چقدر ما شرمنده این نسل هستیم زندگی که نداشتم از آرامگاه هم به نوعی همه ما داریم محرومیم امیدوار روزگاری اگر که زیست ما با هم نشد افغانستان جای باشه هر کدام ما برای آرامگاه داشتن بالاخره که به دست نسل خواهد شد خدا هم همین هم حفظم با سپاس از دکتر صاحب قادری در این بخش از دکتر فرهاد عثمانی تقاضا می‌کنیم سال ها قبل به اصطلاح
این کمتری وقتی که دانشوی مصرفی دیم اصاب و حسین تشید آوردیم. ما در روی چمن دانشوی باستان همین را اصاب بودم خانوشم بیر تشید کردم. لابا سخن در باب مبانه مزد و سرنویس فارسی دهشت و امان پیرامون حضرت بیان بود. به حضور استاد به از رساندم که زمان به پختگیش نرسیدم که ما تاریخ شفاهی داشته باشم. از بعض رواز ها و نهایی ها روی ما استاد چون شما میدانیم انسان رمز آشنا و سخنگاه ترسیم کرده بود از مصالحه بریزان هستم. لیکن اخلاق حمیده استاد مرا هر دم جسوری در نساخت گفت و امکان نبود. بالاخره تاکید ما به جای رسید که جناب استاد بود بسیار خوب است. اما ما یک شد صحبت میکنیم این نوا مصاحبه ها میکنیم اما در مورد سنده ها و اشعار ما سوال نکنیم. این پیمان است واده بود پیمان در روند زندگی بشمستان بیم سوال های در ما به اشعار استاد هم کرد. چند قدم که رفتیم نوا متوجه شد که استاد هم یک میلن و خانه شما در آخر میاد. خانه رفته روی کرسی استاد نشست و دوله شما در زیر عیان زانی استاد بذاشتیم و از الهی ما و استادیان خواستیم که عیان زانی استاد بباشم. چند روز بعد استاد پس طرف خانه و کاشانه شما بشید بردن در یکی از نخستین مصاحبه ها و سوال ها پرسید بگیرم استاد چرا نیلنگی؟ نقصه کرده بعد با چاشنی از شوخی سوال بعدی عوض نشد. در این جوانی از خوبی اصابی شده خندید و آه طولانی کشید و گفت این سوال هم کنید برمان است پاسد بود. گفت این لنگیدرها نشانه و میراس و زندان را بکرد. هر افتر یک بار، دو بار، سه بار من را شکنجان بگردم و در میان زندانی را استاپ میکردم و به حد میپرسیدم واصف کیست؟ وقتی بیرون میامدم نمیخواد به اندازه مواصف را بچکنیم بکنیم که از آنها بخواهم بکنیم و بعد من را کنم به خوشحال اردام هم برسند. این کمتری که از او آن احوال چندان واقف نمیدان پرسیدم استاد نمیشد که اعتراف جبریه میکرده و از این درد و رنج دور میمانده. استاد گفتم کسانی که ما را شکنجه میکردن نه معنی استعلام میدانستند و نه هم املا و انشای داشتن به سوال از من. بعد از سوال دیگر هم زیده شد. چرا استاد؟ در باب کسانی که شما را شکنجه کردن در باب کسانی که شما از دانشگاهی ادبیات فارغ شده و استادا هم نمیگفتن که شما رئیس استاد بی اگر به شما را در درگاه قبول نکردن همون چی فکر میکن؟ خندید و گفت فرق نکن گذشته را گذشته بگذار در قلبم در نمانه هیچ فرقی
شرفتم در این قلب بزرگ و بعد این بینیش مسترده که بروز جسمان با ما نیست من هم در سوره های جاودانش حسرت دریغا جان سپاس دکتر سرگسمانی این هم از بانو مهدی آزرخش خواهش میکنیم تشریف بیارم دوستان دانشمند و گرامی و فامیل محترمه مختلف قبل از همه چیز که راز بزرگ می دارم به همه دوستانی که مرگ ناب و اندام استاد دختری گرامایم همه همراهان را عاشق به حال و جگر هستم همه دوستان و دانشمندان می دانم با استاد باختری بزرگوار در تاریخ ادبیات و شعر نیمایی در افغانستان جایگاه و ماندگاری خاص خود را دارد. اگر کمی در زمینه دقت و پژوهش به خرج دهیم می بینیم که ما نباید تصور کنیم که استاد باختری وفات کرده باشد. باختری نمرده است و نه هم می میرد. از نظر ما شما غایب است. اما شعر و داستان گرانمایه‌اش هرگز از نظر ما شما غایب نیست و نمی‌ماند. اگر کمی تأمل کنید خواهید دریافت که استاد مرحوم دارای حافظه شگفت‌انگیز بوده است. گذشته بر آن انسان بود آرام و به نهایت فروتن و شکستن نفسی و فروتنی را هزیاد نمی بود. استاد بزرگوار در قالب‌های متفاوت شیری و ویژه در قالب نیمایی استعداد فریختری داشت. چنانچه اون بزرگوار یکی از کتاب خوانترین و جست و جولر تقیید کسانی بود که من در زندگی خیش شراختمش و هیچ باید از خاطرم بدو نخواهد ماند. در اخیر باید بگویم که روی آن بزرگوار شاد و یادش گرامی بود. تشکر از توجه بود. با سپاس دکتر آزرخش اینک از بانو وحیده محمودی از دوستان خانوادگی ما خواهش میکنیم بفرمایند و سخنان خود را ایمان بفرمایند. عرض سلام و ادب کنیم بر همگی. ما وحیده نیستم، فرزاده شد جیوز و آفتاب نمیدید. سوگواران محترم شاعران، سفر بانی با پشتوانه زبان فارسی را برای کن تسلیت میگوید. میگوید وقتی بدبختی از در میآید نیستی پشت پنجره سرک میگشد. فارسی شیرین ما هم در این روزگار تلخ و سختش یتیم شد.
خوش به حال آن که جاودانه می شود. مرسیه را که خدمتتان تقدیم می کنم سروده جهانگیر زمیری شاعر بدخشانیست که در صوب استاد معزز سرودند. غمنامه نیست، پرسش یک دل بلای توست. در باغ در گرفته چه کاجه بجای توست. موسای شعر و شور و شرف پاسخ بگو. موسای شعر و شور و شرف پاسخ بگو. شاید به جای آن قد و بالا عصای توست. نیزار نالخیز و کناری سرود خان. نیزار نالخیز و کناری سرود خان. دریا گلو بریده تیغ صدای توست. گفتی که آفتاب، گفتی که آفتاب نمیره، ولی راست گفته ای. یک کهکشان ستاره همه در قفای توست. ما گفتیم شایع پرداز مرگ را، ما گفتیم شایع پرداز مرگ را. از قاف تا به قاف سخن رد به پای توست. ای عشق زاد، ای عشق زاد، مرگ به مرگ تو عاجز است. این زنده پروری با خدا در خدای توست. تشکر زیبا. زیبا شکر. ای که گویی ماجرا چون بود؟ پاسخت کتاب می گوید ای که گویی ماجرا چون بود؟ آن زمستان خوب یادم است. کاروانها آمدن از شهرهای دور. شهریان را بلک و سرما خون برک ها منجمد می ساخت. لیک آن بازرگانان اعتبار استران و مشتران کاروان ها زان آنان بود. در تمام کوچه های شهر دکه های یخفروشی باز می کردند. چاوشان کاروان ها می زدند از جرفنای سینه ها فریاد. های مردم، رادمردی های ما هرگز مبادتان فراموش. ما چه مردانیم، هر یک مرد مردستان. هر یکی از ما 200 مرد است در یک پیرهن پنهان. شهریان مردند، نیمه نیمه دیگر نیست. مرگ را، آسایش جاوید را در آرزو بودند. لیک چاوشان کاروان ها می زدن از جرفنای سینه ها فریاد. های مردم، برف تازه آورده تا شما از رنج این سرما بیاسایید. کاروان ها سوی شهر و سرزمین خیش برگشتند. در تموز سال دیگر کاروان دیگری آمد. در چنان گرما که حتی ماهیان در آب می مردند. چاوش این کاروان فریاد می زد در تمام کوچه های شهر. های مردم، خیمه آوردیم و آتشدان و افروزینه آوردیم. آب گرم نیز از گرمابه تاریخ تا شما از رنج این گرما برآورید. رادمردی های ما هرگز مباداتان فراموش. پاسخت کوتاه گفتم ای که پرسیدی ماجرا چون بود؟ ماجرا این بود و خونین بود. اینک از آقای ناصر گوگتی تفاقیم تشریف بیاورم. سلام، روزتان بخیر. نخواست از همه تشکرگزاری از اینکه در یه هوای گرم از هوای بود و گفتی تشریف آوردید و همدردی کردید. خیلی خیلی ممنون سپاسگزار. قرار بود که من به این چند دقیقه گپ بزنم در مورد چندی و چوبی کتابهای استاد باختری و برنامههای درآینده برای استاد باختری در سرده در حوض چاپ آثارشان تمام متاسفانه ذهن آشفته بیارایی نداد و ندانسته بود. تنها دو تا شعر کوتاه از استاد باختری براتون میخوانم. یکیش که قطر است به نام شب شکستن فانوس.
شبی که قصه فانوس باد می گفتند، چراغ‌ها همگی زنده باد می گفتند. به جای مرثیت از کامگران بادیه ها سبک سرانه غزل‌های شاد می گفتند. منادیان که به آسیب سنگ ترسیدند، چرا شکامه فتح چکار می گفتند. شناسنامه رویش به باد رفت آن روز که آبها سخن از انجماع می گفتند. شب شکستن فانوس در تهاجم باد، چراغ‌ها همگی زنده باد می گفتند. بیشتر جناب هاشمی یک شعر غزل استاد بافری دارد که در رسای صوفی اشعری سروده بودن. حالا من یک شعر بسیار کوتاه که بیشتر بخشهای شده استاد ما سنجر سهیلم خان، یکی از سیاسترین شعرهای استاد باختری است خدمتتان میخوانم. این شعر سال 1379 در پاکستان سروده شده و در همون وقت به جای مقدمه در چندین نشریه و روزنامه هم چاپ شده. عنوان شعر است خطابت. های مردم هیچ میدانید، راست میگویم. زانچه هستم زانچه دیدم، بیکم و بیکاست میگویم. های مردم، روزگاری میفروشان تمام شهر، آن شهری که از من بود و از من نیست، وامدار جوش نوشابوش بیفرسان بود. لیک حالا شحنتون ریز است و من از نامیدی رهزهای کوچه های سر اما سر در های مردم، راست میگویم. راه دیگر نیست، یا بدین سانی که هستیم و بدین سانی که فرمان میدهد دشمن، در کرام بلکه‌های پاک و روشن تشنه باید، یا بدان سانی که باید بود و فرمان میدهد میهن، بر جگرگاه قلیل خاص تشنه باید. های مردم، راست میگویم. دانچه هستم، دانچه دیدم، بیتم و بیکاست. ممنون. با سپاس از آقای ازنکی، اینک از بانی منیجه باختری تقاضا میتونم بفرمایم. چی روی دار کشند بلند قامت بالده سل بر بازوی توفنده که هر گذرگاهش رگی ز پیکر هستی بود کنون قتال از پای و هر گذرگاهش رگ بریده جنگاور از خون آلود. چی روی دار که آهندلان سفرشکن وسان پیکره ها نقش ها عروسک ها ستادن در آن سوی شیشه های زمان تناوران همه گویی سنگ واره شدند و چهره ها همه آینه های تیره مست و پای ها همه چون نبض مردگان قرون و دست ها همه چون دشنه های زنگاگی و نام ها همه گی بنده بنده زاد غلام و چشم ها همه چون شیشه های رنگاگی و خشم ها نازای و خواب ها سنگین سپیده های دروغین و چشم ها چیره گرسنگان بیابان را ببین چگونه و تصویر نام فریفتند و دلتکان نگون مایه بر تکاور ننگ کشیده روزگی آرزوی خیش ببر نه هیچ باد از سوی خاوران برخاست نه هیچ ابر در سوی آفتاب بریست زبست به جنگل باورها کلاف‌های دروغ آشیانه بگزیدن مبار در تب پندارهای تیره خیش فراز برج گمان دیدبان خواب‌آلود بروی پیک سحر نیز در فرو بندد و صبح‌وارترین مار یگانه عاشق جنگل بروی چوبه دار آشیان بیاراید
و سایه سایه اندوهناک سرگردان شنید پاسخ آوای خیشتن از باد. و بیگناهی گلهای سرخ دشتستان و خواب سبز گیاهان گریستن تا پی و باغ قرن گذاره کن که چتر آبی کاج و نگین نیلی برگ و دست کوچک هر سبزه تو را به جنگل سبز امید می خوانم. شهاب زود گذر شد اگر ستاره تو ستاره دیگر آفتاب خواهد شد و آفتاب نمی میرد. برو بپاک مرغان پیشه های کبود ز تیر خورده پیام آوران توفان ها زاشیانه و توشان دشت های غروب که راه جنگل سبز امید می دانند. برو بپرس مگر راه دیگری هم است. برو بپرس در این راه ره سپاره است. و سایه گفت و امزاد خیش آره است. مهمانان ستوده، دوستان گرامی، سروران، فرزانگان، اجازه بدهید که یک بار دیگه از تشریف آوری همه شما دوستان عزیزان، دوستان بسیار عزیز و بجان برابر استاد باختری سپاسگزاری کنم. حضور شما امروز موجب تسلای خاطر ما بود. خیلی هم سپاسگزار هستم. خب، هر وقتی که قرار است قرار می بود یا قرار است یا قرار خواهد باشد که در مورد استاد باختری صحبت کنم، واژه ها از ذهنم قرار می کنند و واقعا نمی دانم چی واژه را بر زبان برانم که بخوانم حرمتشان هم شایستگیشان و بایستگیشان را ابراز کنم. امروز برای تمام خانواده ما خیلی دشوار صحبت کنیم، گپ بزنیم. فکرهای ما آشفته است، قلب ما خونین است. ما پدر خود از دست دادیم، شما پدر خود از دست دادیم. استاد باختری پدر همه ما بود، همه ما پدر عزیز و بجان برابر و ستوده خود از دست دادیم و دشوار است که بتانیم در چنین موقعیت صحبت کنیم. اما ما چی میتونیم با استاد واصف باختری انجام بدیم؟ ما چگونه میتونیم میراث گرانبها و بی‌بدیلشان ارزش بگذاریم، ارج بگذاریم و به دوش بکشیم؟ این خیلی سنگین است. به دوش کشیدن میراث باختری خیلی سنگین است و این بار بالای شانه های همه ما است. ما باید بار این میراث را به دوش بکشیم با خواندن شعر باختری، با نوشتن در مورد باختری، با انتشار کتاب‌های باختری، با ادامه راه و پرنش و منش باختری. ما چند قبل یک کتاب تازه چاپ کردم. قبل از اینکه کتاب نشر شوم و استاد گفتم که من نخستین رمان زندگی خود را نوشتم. اما چون شما بیمار است، نمیخوایم شما را اذیت کنم و همین گونه منتشر میکنم. اگر اشتباهی هم باشم گفتم که نعمت من میکنم، هر قدرم بیمار باشم میکنم. بفرست و فرستادم یک بار و پست نرسید. بار دوم فرستادم و در آخرین صحبتی که قبل از اینکه به بیمارستان برم با ایشان داشتم گفتن که من چهار صفحه شکم دیم با پیشم میکنم و نتانستم که این رو ما نبا کنم و این داغ دل من هست. میدانم که شما از صبح خیر وقت تشریف آوردید، همه خسته هستن. از حوصله و شکیبایی شما تشکر میکنم. غذا تا لحظات بعد آماده میباشه، شما را به صرف غذا دعوت میکنیم و تا زمانی که غذا آماده میشود کتاب یادبود استاد باختری در بیرون از این که حالا گذاشته شده دوستانی که علاقه مند هستند یاد خاطره در مورد استاد باختری بنویسند. خواهش میکنیم که بنویسند و غیر از اون یک فرصت به دوستان میدیم که با هم صحبت کنند و یاد استاد باختری را با هم گرامی بدارند. ممنون شما. تو
های هم رزم و هم زنجیر و هم سنگر همه دانیم تلاش زندگی در کارزاری مرگ شیریم. Vamos a ver si para el próximo. Se les puede hacer.
Gracias.
I'm going to go to the next one.